بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دنباله درس های مثنوی رسیدیم به داستان شیر و خرگوش. خب این داستان همونطوری که در کلیله خوندید از کلیله و دمنه نقل شده. مولانا در حدود 80 داستان از کلیله و دمنه و مزبان‌نامه و اینها آورده و تحلیل عرفانی کرده. چون وقتی که مولانا خب بعد از اینکه مراحل علمی رو تمام کرد، مراحل شریعت و طریقت رو و حقیقت رسید، خام بودم پخته شدم سوختم، اون جوهره ربانی که در او ظهور پیدا کرد که نمودش در عشق بود و بعد با این شعله‌ای که داشت، با این نوری که داشت، تمام داستان‌ها از هجویات گرفته تا داستان‌های هندیان و داستان‌های ایرانیان و قرآن کریم و حدیث و افلاطونیان و اسرائیلیات و هر چه فرهنگ آن زمان می‌اندیشید به عنوان مبنای تفکر بشری بود تا قرن هفتم، اینها رو در اختیار داشت، برای اینکه همینا رو خونده بود و جزو ماده ذهنیش بود. از این انبار حالا میخواد استفاده کنه به نحوی بسیار مطلوب. واقعیتش اینه که بیشتر از عرفای پیش در سیر معنوی شاید جلوتر نبوده و ولی به علت ذخایر علمی و فرهنگی و فلسفی و عرفانی و کلامی و ادبی و اینها که داشته در ذهنش، تونسته در یک فضای روشن علم الیقینی اینها رو نمایان بکنه و جوهرشون رو بیابد و ارائه بده، غیر از اون برداشت‌های سطحی که کردن. حالا مسئله حتی هجویاتی که در جامعه، هزلیاتی که بوده تا برسه به داستان ها. خب البته داستان کلیله و دمنه وقتی که این داستان نوشته میشه، یه وقتی در زمان انوشیروان میگن که در هندوستان یک گنجیست که این فردوسی آورده، که این بسیار ارزشمنده، بسیار 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 ارزشمنده، از تمام ثروت هندوستان که پر از جواهره این ارزشمندتره. میگم بریم ببینیم اون چیه. بعد پرزوی طبیب بالا میشه میره و میگه که دارویی هم هست که این دارویست که مرگ رو، جلوی مرگ رو میگیره و این از هرچی هم بارزش داره و باعث نامیرایی میشه. برزی طبیب میره به هندوستان و خیلی این برون بر میرد و دارهای مختلف رو بر میدارد و آزمایش میکند و این بر و اون بر و بالاخره نتیجه نمیگیرد و به یکی از این یوگی ها یا برهمنان، یکی از همین افراد، میرد و میگه که من یک سال اومدم همینطور دارم تفحص میکنم، اون دارویست چیه که نامیرایی داره. البته نظیر اینو مولانا آورده، درختی که نامیرایی داره، مرگ زندگی جاودان داره. حالا ایشان یه گیاهی که هست، فرق نمیکنه گیاه و درخت. به هر حال اون میگه که آها، اونی که به شما گفتن اون گیاه نیست، اون کتابی است که، اون علم است که نامیرایی داره و هر کس به اون علم برسد همیشه جاودانه، هرکس نمیرد آن که درش زنده شد به عشق یا حالا به علم
که البته به عشق برتره که اینجا حافظ گفته. به هر حال اونه، اون معرفته، اون درخت معرفت. میگه خب حالا این درخت معرفت چطوری ما دسترسی بده کنیم؟ میگه در خزانه شاه کتابیست که نتیجه عارفان هندی و فلاسفه و عارفان هندیست که همین ترتیب بزرگان آمدن و نتیجه افکارشون رو ارائه دادن. خب میدونید هند خب کتاب های بسیاری داره که واقعا منبع تفکرات بشری بوده، از وداها و گیتاها و از همه بالاتر اوپانیشاد هاست یا سر اکبر که یکی از عظیمترین کتابیست بعد از کتاب مقدس در دنیا و با مثنوی پهلو میزنه. والا اونایی که از مثنوی اطلاع نداشتن میگفتن دومین کتاب جهانه، ولی خب بعد از اینکه با مثنوی ارتباط پیدا کردن دیدن که خب مثنوی مولانا برتری داره. بعضی ها اقرار کردن، بعضی ها هنوز نکردن، ولی به هر حال اوپانیشادها که بنده بارها اینو خوندم و شاهزاده داراشکوه که از مشایخ قادری بود و از سانسکریت به فارسی ترجمه کرد. منظور این که گفتن یک کتابیست که در خزانه است و این رو باید برید و پیدا بکنید و نمیدن، به هیچ وجه بیرون نمیدن. ایشان رفت و خلاصه خواهش تمنا کرد که اجازه بده که بره کتاب خونه فقط بخونه. رفت و کتاب خونه و اینو خوند و ولی در ذهنش همه رو حفظ کرد بدون این که اجازه داشت چیزی یاد داشت کنه. بعد میامد شب تو خونه، اون وقت اونها رو که ذهنش بود روی کاغذ می نوشت و می فرستاد برای ایران که دفعه نیانتش بگیرن. هر شب هرچی بود به دربار انوشیروان تا بالاخره تمام این کتاب رو در حافظه شفت کرد و بعد نوشت و فرستاد و بعد آمد که این کلیله و دمنه که نام دو شغال است که یکیش کلیله عقل عملیست در واقع خیر خواه و صادق و دمنه هم عقل عملیست ولی بدخواه و نفس و از نفس برخواسته. پس کلیله و دمنه بعد اون وقت پرسید طبیب اینو به پهلوی از سانسکریت به پهلوی در آورد و بعد از اسلام ابن مقفع اون رو به عربی در آورد، یعنی سال 140 تا 148 اینطورا. ابن مقفع رو که کشتن بعد این بود تا اینکه رودکی به نظم فارسی در آورد که در سال 329 هجری بود، فوت کرد اون موقع بود که این نمونده اون شعرهاش، تا بعد ابوالمعالی نصرالله منشی شیرازی به فارسی زبان دری یا زبان فارسی میانه در آورد و آنچه که الان در دست است همون است که ابوالمعالی نصرالله منشی در آورد و این دستمایه شد برای تمام حکما و عرفا که این داستانها رو جنبه های رمزیش رو ارائه بدن، چون عارف به ظاهر کار نداره، میره به باطن به جنبه های رمزی. حالا هر اسطوره ای رو که هر جا بشنوه، اسطوره های یونان، اسطوره های سرخپوستی، اسطوره های چین، هر اسطوره و هر داستانی رو که بشنوه به ظاهر قناعت نمی کنه و میره باطنش رو و جنبه های رمزیش رو پیدا کنه. مثلا خود شاهنامه که از این طرف، ولی هیچ وقت عارف وای نمیسته که یه رستم پهلوانو که سهراب پهلوانی ببینه، خودش در اون لحظه نگاه میکنه رستم یا سهراب یا الهاکدی و یا نمیدونم بیژن یا منیژست یا فلانه، و هر حال دائما میخواد این داستان ها رو در خودش تجربه کنه. داستان های قرآنی رو هم اینطور هیچ وقت به اون ظاهر اکتفا نمیکنه، هر چی میخونه فوراً آینه خودش رو میبینه، میخواد خودش رو ببینه در اونجا حالا موسی و فرعون چی هست. و داستان ها هر چی ولو یونان باستان و نمیدونم ایلیاد و اودیسه و هیچ وقت به این ظاهر وای نمیسته. یه تفاوت کلی که داره با همه آدمای دنیا اینه، حالا مسائل دیگه که جای خودش، ولی این وای نمیسته، میخواد اون تهش رو در بیاره و
ببینه این رمز چیه و برای این هم که بینه رمز چیه به درون خودش مراجعه میکنه ببینه خودش در اینجا چیه. حالا اینجا داستان شیر و خرگوش هست که بعد خواهیم گفت رمز چیه و از کلیله باز خان این قصه را اندر آن قصه طلب کن حصه را. طایفه نخشیر در وادی خش بودشان از شیر دائم کشمکش. یه عده نخشیر در یک وادی بودن و شیر میامد و حمله میکرد و اینها رو میخورد و اینها خیلی ناراحت بودن. تا خلاصه حیله کردند آمدن ایشان بشیر که از وظیفه ما تو را داریم سیر. بعد از این اندر پی سیدی میا تا نگردد تلخ بر ما این گیا. همه آمدن نیده کردن گفتن بریم این شیر رو یه جوری رامش کنیم تا اینکه نیاد حمله کنه به ما. شیر گفت خب چیکار میخواد بکنید؟ گفتن روزی یکی از ما به قید قرعه انتخاب بکنیم بیاد طعمه تو بشه به تو بخوریم دیگه هر روز ما نترسیم نگران باشیم دائما. و اون گفتش که اما خب من خیلی فریب شما رو خوردم. بعد اینا میگن که اگر بعد شیر میگه اگر وفا ببینم و مکروهی نباشد میپذیرم. چه کنم هم مردم با من به فریب رفتار میکنن هم نفس خودم به من فریب میده. مثلا اینه که همه ما با نفس زندگی میکنیم. نفس اصلا وجودش یه فریب بزرگ به قول در تفکرندی میگن مایای بزرگ و خودش حجاب اعظم دیگه. اون شخصیت بدلی مجازی که به قول روانشناسان ساختیم از خودمون یک شخصیت بدلی فریبه، یعنی یه فریب بیشتی همینه که پر از غرور هاست. غرور هم یعنی فریب. غرور دین، غرور علم، غرور مردانگی، غرور شجاعت، غرور نام، غرور ننگ، غرور فلان و همه هم تغذیه میکنن این غرورهاشونو. مهمانم که میخواد بیاره نه به خاطر عشق و محبت بینه، برای اینکه غرور خودش ارضا بشه پنج نوع غذا بهش بدن، برای اینکه غرورش ارضا بشه لباسای شیک بپوشم، برای اینکه غرورش ارضا بشه کلمات گنده گنده بگم، برای اینکه غرورش ارضا بشه. تمام غرور یعنی فریب. غرر حیات دنیا یعنی فریب داد. تمام آنچه که ما به نام غرور میگیم یک فریبی بیش نیست و یه من ایدالی مجازی دروغینمون هی بزرگ میشه بزرگ میشه میشه یه اجده ها. اول یه ذره است هی بیشتر بدیم بیشتر میشه، هرچی بیشتر بدیم بیشتر میشه. از یک کرم کوچیک یه دفعه یک اجدهایی میسازیم. خب در حالی که اول که ساخته شده در اون کوچیکی چیز کوچیکی بوده که با مامان از ما ساختن، نخواستن این بچه خودش باشه، گفتن تو فلان، یه بادش کردن. از همون باد اولی که کردن نخواستن این بچه خودمون بچه باشه شروع شدیم فریب بزرگ و این مایای بزرگ به این نفس. خلاصه حالا گفت که این نفس من، این نفس انسانم همش آدمو فریب میده. این غرور رو ارضا میکنی این یکی به جونش میافته، اینو ارضا میکنی این به جونش میافته، با همم دائما کشمکش دارن. اصلا غم وجود نداره برای غم، همش ما نفسه. برای اینکه این عالم نفسه که کشمکش داره، اون عالم خود حقیقی الهی انسان که تضاد نداره که کشمکش داشته باشه. این نفسه که پر تضاده. بابا یه جور گفته، مادر یه جور گفته، جامعه یه جور گفته، اون یه جور گفته، اون یه جور تعلیم تربیت کرده، اون یه جور. اینا همه مثل توپ فوتبال انسانو میندازن زیر پاهاشون. بنابراین اون که از این من میرهد، از تضاد میرهد، از غم میرهد، همون که قبلا گفتم در دل ما لارزار و گلشنیست، پیری و پژمردگی را راه نیست. پیری و پژمردگی اینا مربوط به نفسه. دلبر و مطلوب بر ما حاضر است، در تماشای رخش دل ناظر است. دل رمیده هم ملول آن کس بود که از فراق یار در محبس بود. به هر حال این من نفسانیمون هر چی بیشتر غذا بدیم
این مثل یه اژدها، مثل یه اختاب بزرگتر بزرگتر. بعضی فیلم ها دیدید چیزی کوچیک بوده، گنده شده گنده شده گنده شده، اینم هرچی بیشتر بدیم. حتی میگه وایل للمصلین، حتی نماز هم اگه بخوایم گاهی اوقات حتی شریعت هم باعث درد سر ما میشه، یعنی هی بادمون میکنه. گاهی اوقات تظاهر به طریقت هم باد میشه. خلاصه این نفس ما هزار فریب داره. مردم هم همه با نفسشون زندگی میکنن، ما هم که با نفس، این نفس ها با هم دیگه دیل میکنن به اصطلاح، یعنی مقابله میکنن، معامله میکنن. این منهای مجازی و سایعی نفسانی مثل بچه مچه ها به جنگ هم میفتن. هیچ کس حقیقی نیست و ما هم نیستیم، هم هم به هم دیگه گول میزنیم، هم دیگه رو، هم خودمونو گول میزنیم، هم این شیر اینجا میگه هم من نفس خودم خودم گول میزنه، هم شما منو گول میزنیم. حیوانات گفتن توکل به خدا کن، هر چه تقدیر باشد همون خواهد بود. حالا خود توکل هم باید دید واقعا چه توکله یا نه، علیکی میگیم توکل به خدا کردیم. بازم گای نفس از این الفاظ به کار میبره. یه وقتی بینی که یه کاری که باید واقعی انجام بشه میگه برش کن، توکل کن، برو برش بشه. اونم تازه باید فهمید که بازم نفس نگه. مثل اون داستانی که حتما میدین راجع به جهاد، یحیی بن معاذ میگه که من میخواست دیم، نفسم میگه که برو جهاد. گفتم چرا برم جهاد، تو که عادت کردی به غذای خوب به آرامش فلان، که اب نداره غذا نمیخوریم. گفتم خواب و استراحت چی؟ که اونم میذاریم که هر چی من دیم. گفت چه اب نداره. بعد گفتم چی شد این نفس ما یه دفعه ما رو به جهاد میگه؟ بعد فهمیدم اینه که میگن خودکاوی کنی خودتون رو بشناسید. خوابی دیم ها نفس میگه که بری به جهاد، یه دفعه کشته بشی اولا یه شهید شدی، صاف میری بهش و کنار خدا هستی. دوم که مسئولیت زندگی و سیر زندگی و ریاضت های زندگی رو نمی کشی و با یه دقیقه تمام میشه کارا. معلوم شد که اینو میکره که نفسه. حتی اگه بنا شده آدم به جهاد هم بفرسته، میخواد کلک بزنه که آدم این دوران زندگی رو که بایستی به استکمال خودش بکوشه. نه، خلاصه گفت پیغمبر با آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. شیر میگه، میگه که بله شما میگه توکل کن، ولی پیغمبر میگه با توکل زانوی اشتر ببند. رو توکل کن تو با کسب، ای عمو جد میکن، کسب میکن مو بمو. در عین کسب کردن باید توکل کرد. لکسر انسان الا ما سعا، نیست برای انسان چه که سعی میکنه. کل نفسه به ما کسبت رهینه. و همه انبیاء و اولیاء و بزرگان و علما هر چی بودن سعی کردن، سالها سالها چقدرم سعی کردن، چقدرم یازده کشن، چه فرقی میکنه چه در طریق معاش چه در طریق معاد. در هر صورت با سعی کرد، ولی توکل، چون وقتی که اونجا در اون آیه قرآن میگه فعصا عظمت و توکل الله، یعنی وقتی که عزم کردی، چون اول نیته، قصده، اول قصده، بعد اراده است. هر کاری که میخواییم بکنیم چهار مرحله داره: قصد، اراده، عزم، اجرا. خب وقتی که قصد کردی، اراده به کارش کردی، از کدی که انجام بدی فیضا عظمته، اون وقت توکل علی الله. یعنی تا به این مرحله سوم نرسیم، این ستا رو باید خودت انجام بدی. وقتی عزم جزم کردی که حالا بیه حسینیه یا بری این کار بکنی، اینجاست دیگه توکل علی الله بکنی میری جلو. ولی قبل از عظمته عزم نمیشه این کار کرد، یعنی قصد رو باید خودت بکنی، اراده هم خودت خرج بدی تا به عزمم برسی، اون موقع میرسی دیگه به بذارم توکل تر الله. توکل بر خداوندم به شرطی است که در مسیر خداوند باشیم. توکل فقط این به زمان به نیست که ما زمان بگیم توکل، یا حتی یعنی ما در یک صراط مستقیم الاللهی خودمون قرار میدیم، عزم میکنیم که در این صراط مستقیم الاللهی چه در کار معاش چه معاد قرار بگیریم، حالا توکل الالله که بکنیم، چون در راه قرار داشتیم خودمونو، دیگه خداوند خودش میبره.
چنان که بنده در اون جریان یا آیت و نفس المطمئنه هم از کردم، تا نفس مطمئنه رو باید شما بری برسی، وقتی رسیدید دیگه یا آیت و نفس المطمئنه ارجع را ربک، دیگه خود خدا دیگه میبره بالا، تا اونجا رو باید تا این سکوی پرواز خودمون با سعی خودمون ببریم، به اونجا برسیم دیگه اون کششش انقدر شدیده که یه میبره به هر چی که باید بره، راضیت مرضیه و خلی بیوادی و خلی جنتی، همه اینا رو دیگه. ولی آغازش درسته، عنایت آغازین هم لازمه، ولی اون عنایت آغازین یا فیض آغازین در وجود همه بالقوه هست. خب بالفعلش باز مراحتیست که هم به سعی هم به لطف هر دو هست، ولی به هر حال این گفت که رو توکل کن تو کسب یمو، جهد میکن کسب میکن. نخشیران برای که گول بزنن شیرو، گفتن کسب و کار ضعف ایمانه، باید شخص به خدا توکل کنه، به هیچ کس رو نیاره. خب میخواد دو جنبه توکل مثبت و توکل منفی رو مطرح کنه دیگه. ما خب در همه تاریخ هر چیزی که فکر کنی جنبه مثبت داره، جنبه منفیش هم داره. صبر جنبه مثبت داره، جنبه منفی داره. توکل همینطور، شجاعت همینطور، هر چیزی میخواد. حالا این چیزا، این به اصطلاح نخشیران میخوان سر شیر کلا بزنن، میگن اصلا هیچ کار نکن بشین. نیست کسبی از توکل خوبتر، چیست از تسلیم خود محبوبتر؟ هیچ از کسبی از توکل بهتر نیست، از تسلیم هم هیچی محبوبی. یه چالنجیست، یک چالشیست بین توکل و تسلیم که عرفا عده توکل رو اول قرار دادن، بعضی ها سعی رو و مجاهدت رو. حالا مولانا داره این دوتا رو مقابل هم قرار میده، بینه اون دسته از صوفیان و عارفان و اخلاقیون که توکل را اول قرار میدن، اینها چه میگن؟ و اونهایی که سعی رو و ریاضت رو و مجاهدت رو آغاز قرار میدن چه میگن؟ و این کشمکش و بین این دو اندیشه است، چنان که بین اندیشه های سکر و صحب است، بعضی ها سکر رو برتر میدونن، بعضی ها صحب رو برتر میدونن. این بسته به نوع تجربهی که خودش کرده. اون یکی از طریق توکل رفته به نتیجه رفته میگه توکل خوبه، اون یکی از راه سعی و کوشش رفته میگه کوشش صحب خوبه. و وقتی هم به قرآن نگاه کنیم اونه هر دوش هست، ولی جایگاهش کجاست؟ این پیر و هست، اون استاد و پیر است که میتونه بگه این کدامش، جای کدامه، محل جا شما نمیدونی. مثل داروخانه دوایی که همه جور دوا است، اون پزشک که میگه این دوا، این میلی گرم برای تو خوبه، به این دوا برای اون یکی با این حالت خوبه، اون تشخیصش با اون استاد راهنماست. در صد اینم که میگه چیست از تسلیم خود مبتد، تسلیم زورزوره که فایده نداره. بازم این همینم گاهی قضای نفس میشه، تسلیم حالیه که انسان رو به جایی میرسونه، توکل حالی و تسلیم حالی، نه زورزوره که من خودم رو توکل بکنم و زورزوره که تسلیم. چون هر موقعی که میگه این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار رو سایستنم، چون هر همون موقع میگی من تسلیمم، ولی همون موقع میگی حالا این کار کنم، این کار کنم. یا اگر یه کاری کردی پشیمون میشی، یه کاری که مطابق نفس تقضیه نشه یا عقل قبول نکنه. پس معلومه تسلیم نیستی، برای اینکه همین که تضاد اسم میکنی، پس معلومه که تسلیم نیستی. اگر تسلیمی اصلا تضاد اسم نمیکنی، نگران نمیشی اصلا. پس بنابراین گفتن این که من توکل دارم که توکل نیست که، گفتن این که تسلیم دارم که تسلیم نیست که. چون اگر توکل و تسلیم واقعی باشه، اصلا در شما هیچ گونه تضاد ایجاد نمی کنه، نگرانی و تشویش در وجود شما نیست، بلکه هر چه سمون میره، چه بلا باشه چه عطا باشه. چون به بعضیا با کاراکترشون و کلون یه عمل را شاکره و شاکره وجودشون طوری در یه مسیری هم که
خداوند بلا رو بهشون میده، به بعضی هم که عطا رو میده. حالا این دیگه بسته به اون خواهید که تشخیص بده این کدام. مثل یه مریضی که به یکی میگن که دارو بخور خوب بشو، به یکی دیگه میگن عمل جراحی کن خوب بشو، به یکی هم میگه برو ورزش کن خوب بشو. خب این غذا رو بخور، به میگه نه خور. بنابراین این نیست که ما بگیم حالا عطا خوبه یا بلا خوبه. ابراهیم قدرت شده داره بهش میگه بلا، از ابتلا ابراهیم ربی. ایوب داره میگه بلا، و به یکی هم هستش که نه، به پیغمبر همش عطا میگه. الان نشده که صدر چیچی همش عطا داره میده. اصلا بلا رو من که ندیدم جایی که به پیغمبر بگی من بلا به تو دادم، ولی به خیلی پیغمبر همش بلا میده. به حالا در صورت این دیگه خود بینه این ظرفیتش چیه، تواناییش چیه، توانای عطا. چون عطا خیلی مشکلتر شکر بر عطا، در صبر بر بلا شاید آسان تر باشه شکر صبر و شکر بر بلا. عطا من آدم ها هم دیگه رو گم میکنن، خودشون رو گم میکنن، و دیگه یه دفعه ننسان لیتقا امره استقنا، خودشو بینیاز میبینه. ولی به هر حال این دیگه چیزی که هر کسی چی بده در کار گلاب و گل، راز ازلی یا سر ازلی این بود آن شاهد بازاری آن پردنشین باشه. بعد یکی شاهد بازاری باید بشه، یکی هم پردنشین. به هر حال حیله های مردم میگه جز فریب نیست. و بعد این داره جواب میده، میگه اون چیزی که مردم بنبال این که من این خواستم این رده کردم دارن خودشون فریب میدن، در واقع چی خدا این دارن اهل توکل میگن. و هرچی خدا اراده کنه میشه. مثل فرعون چقدر بچه ها رو کشت که موسی ظهور پیدا نکنه، ولی موسی رو خودش پرورش داد. همین فرعونی که همه بچه ها رو اولا که نگذاشت یه شب همه رو، اون شبی که منجمین گفتن که موسی به دنیا میاد، همه مردا رو گفت بده شهر برن بیرون، همه مردا، هیچ کس نمورد. منجمین گفتن امشب نطفهش بسته میشه، ولی از اونجایی که خداوند میخواست خود اون حاجبش، اون که نگهبان خودش بود، به استراب اون گارد خودش بود، به نگهبان خودش و حافظ خودش بود، اونجا زنش نصف شب میلش میکشه که با مرد خودش هماغوش بشه. بلند میشه، هر طوری شده خودش رو به مردش میرسنه و میگه بابا من دارم کشیک میکشم از فرعون، اینجا نمیشه. میگه نه بیا بیا من میرم کشیده. خب بالاخره همونجا بالاخره این نطفه بسته میشه. ببینید میل ایجاد میکنه، یه میل شهوت در این زن ایجاد میکنه که بیاد همون تو خود کاخ فرعون نطفه بسته میشه. بعدش هم بچه رو که همه بچه رو میکشن و مادرش میاندازه تو رودخانه، و این رودخانه هم از وسط کاخ فرعون میرفته به زنش یا به قولی خواهرش، نه ما اسلام میگیم زنش آسیه، در تورات اینها نوشت خواهرش نوشته، بالاخره میارن خودش هم بزرگ میکنه. این یه معنی در این حال که تاریخیست، فلسفه تاریخه. یعنی به قول فلسفه دانا میگن آنتیتز در درون تز پرورش پیدا میکنه. هر دارویی برای خودش ساید افکتش در درون خودشه، یعنی ضد خودش. هر چیزی ضد خودش خودش میپرورونه. هر چی که فکر کنی یه ضدی داره، ضدش در نهانه و ضدشو خودش میپرورونه. دشمن تو غیر تو نیست، دیگران را تو مخوان دشمن بکین. دشمن ما در درون ماست، ولی هر سیستمی هم باشه همینه، هر حکومتی هم باشه همینه. دوامم در درون ماست، دشمنم هم در درون ماست. وقتی بشناسیم دشمن ما بدونیم، اون وقت میتونیم دشمنمون رو رام کنیم، که پیامبر فرمود همه شیطانی دارم، منم دارم شیطان من رام منه. فقط مسئله اینه که دشمن رو در درون خود بشناسیم، و حکومت ها هم دشمن رو در درون خیشتن، یعنی همون آنتیتز خودشون رو بشناسن. به اصطلاح هر کسی. به هر حال این فرعون به جای اینکه خود ظلم
آنتیتزش رهبری اجتماعی برای نابودی ظالمه. خود ظلم عکس العملش نابودی ظالمه، یه امر طبیعیه، چون ظلم ضد خودش رو که قیام باشه میپرورانه در جان خودش، چه بخواد چه نخواد، هزاران میلیون ها هم نگهبان بذاره و پلیس بذاره و فلان بذاره، ضدش رو رشد کنه و میاد بالا. هیچ چیزی غیر از این نیست. خب بعد این ها میان میگن که شیر میگه که درست است، شما این حرف رو میزنید، ولی باید پله پله رفت بالا، پای پای رفت، باید سوی بام هست، جبری بودن اینجا هم اخام. این که من همینطور توکر کنم بگم که خودش هرچی میخواه بشه بشه، هرچی پیش میاد بیاد، هم اخامه. این جبری بودن باید پله پله آدم بره 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 تا به اون جبر برسه، به اون تسلیم برسه. این میگن جبر خاصان. اصلا آغاز اگر جبر شروع کنی هیچ حرکتی نمیتونی بکنی، یک قدم هم نمیتونی برداری، برای اینکه میگه هرچی پیش بیاره هیچ حرکتی نکردی. اما میری 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 همه این راه ها رو میری، با اون مجاهدت ها، با همه زحمات میرسی به اون پله های بالا بالا. مقام تسلیم مقام پایینه که نیست، مقام های بالا خیلی بالاست، مقام تسلیم و رضا. اونجا دیگه یه دفعه میرسی به اونجایی که میرسیدی که به مقام تسلیم. پس جبری بودن مال اونهایی واقعا، جبر را آنان بدانند ای پسر که خدا به انمودشان نور بسر. هر کسی بی خودی از این جبر حرف میزنه، چی میدونه جبر چه، تو یه ذره کرجت ناراست بشه، یه ذره شکمت دیر بشه، فریاد در میاد، چی از جبر داری حرف میزنی، و یه ذره گرمت بشه فریاد میکشی، بی خودی نگو جبر. ولی این حرفای ادعای بی خودیه. خیلی چیز از ما ادعا میکنیم، ادعای جبری بودن، تسلیم بودن، رضا داشتن، ادعای شیعه بودن، ادعای عاشق بودن، اینا خیلی ادعاییست که ما داریم، ادعای صوفی بودن، همه اینا ادعاییست که ما واقعا داریم. و خیلی مشکل اگر بگم که خالق تو این ادعا رو میکنی، حالا میخوام آزمایشت بکنم، شیعه هستی آزمایشت بکنم، نمیدونم مؤمنی، میگی مؤمنم آزمایشت میکنم، میگی صوفی هم آزمایشت بکنم، اگر آزمایش کنه مثلا بگی عاشق هم هستم، خب دیگه چی دیگه، اون موقع دیگه خیلی آزمایشش سختتر و سختتر و سختتر هم هست. خب آیا فکر میکنی تو آیه قرآن است که شما گفتید که ایمان آوردیم و آزمایش نمیشید؟ بله، به هر حال جبری بودن اینجا تمه خامه که آدم داشته باشه، پله پله باید رفت بالا. بعد خیلی جالب مطالب رو همینجا مطرح میکنه، میگه پایداری چون کنی خدا تو لنگ، دستداری چون کنی پنهان تو چنگ، سعی شکرین، سعی شکر نعمتش قدرت بود، جبر تو انکار آن نعمت بود، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. شکر نعمت چشم نگرش دیدنه، شکر نعمت دست کار کردنه، شکر نعمت پا را رفتنه، شکر نعمت گوش شنیدنه. تمام قوای حواس ظاهری ما و حواس باطنی ما شکر نعمت به کار انداختنش، عقل شکر نعمت کاربرد عقل است، حافظه شکر نعمت حافظه. حالا اگر همین حافظه رو به کار نبری دچار آلزایمر میشی و فراموشی میشی، چون آزمایش ثابت کرده اونه که از حافظه استفاده نمی کنن اونمن دچار فراموشی میشه. هرچی بیشتر حفظ کنی، اینه که میگه شما مخصوصا حدیث هم داریم، اگر میخواید به فراموشی متناشید هر چی میتونید قرآن حفظ کنید. خب حالا قرآن، شعر، هر چی که بتونید حفظ کنید، حفظ کنید، حفظ کنید. حافظه رو خیلی برای اینکه هر قسمتی از وجود فعالیت نکنه کار میافته، دست مدتی کار نکنه فلج میشه، پا حرکت نکنه فلج میشه،
حرکت نکنه. مغز همینطور، نیروی تخیل باید کار کنه، نیروی حافظه باید کار کنه، نیروی نمیدارم عقلانی باید کار کنه. هر چه عقل بیشتر به کار بندازی، تعقل قوی تر میشه، تفکر بیشتر میشه. بالاترن حواس پنجگانه و حواس باطن، حواس فراعقلی و فراحسی است که الهامات، اشراقات، مکاشفات، مشاهدات، اونم باید به کار انداخت. همینطور البته میاد فیاض و خواب، همینطور میده، همینطور پیام میده 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 به وسیله هم در درون هم بیرون، دائما این پیام هست. اما اگر این رادیو رو پیچ و باز کنی، دائما به کار بندازی، مشغول ذکر و فکر و مراقبه و آماده باشی، اینا به کار بیفته و زیادتر میشه. یعنی خلاصه بگم، تمام آن چه خدا به انسان داده اگر فعال نشه از کار میاد. نفسم اگه فعال نشه از کار میاد. یعنی غذا بهش ندی، یک روز غذا بهش ندی، دو روز غذا ندی، سه روز غذا ندی، یه دو سه روزی به مرادش نرو، اون وقت خداوند همه مرادات رو برطرف میکنه. اون نفس هم شهوت جنسی به راندن کم نشد، آن به ماندن کم شود بیهیش. همون شهوت جنسی رو هم بعضی ها خیال میکردن، یه وقتی ما فروید رو میخوندیم و که درس روانشناسی، فکر میکردیم خب حالا این گفته بود که امیال جنسی وقتی که عمل نمیشه به صورت عقده درونی میمونه. میگفتیم خب پس بریم امیال جنسی رو عمل کنیم بیشتر تا عقده نشه، عقده روان نشه. بعد فهمیدیم چه اشتباهی واقعا هست، به هر نسبت که تغذیه بشه بیشتر و بیشتر و بیشتر میخواد. حلوه، انسان حلوه، حریستره، مخصوصا نیروهای کاذبه ما بیشتر میخواد. به هر حال پایداری برای که چی خودت رنگ میکنی، دستداری برای چی نهان میکنی دستتو، میگی دست ندارم، سعی شکر نعمتش قدرت باید، جبر تو انکار نعمت باید. یعنی جبر که وقتی میگی من جبریم، یعنی نعمت چشم تو، گوش تو، مغز تو، عقل تو، وجدان تو، نیروها تو همه رو منکر شدی. نعمتی که خدا بهت داده، صد تا نعمت بهت داده، ولی داری نعمت ها رو کنار میزنی، میگی بی خود دادی. تو بی خود به من عقل دادی، بی خود به من پا دادی، چش دادی، من نمیخوام. بی خود بکنی، به داده برای اینکه استفاده کنی ازش. بله، شکر نعمت نعمت رو تفسیر کنند، کفر نعمت. شکر نعمت هم کاربرد نعمت است در جهت کمال. خب دیگه مثل این که وقت داره تمام میشه، بعد دوباره میگه که گر توکل میکنی در کار کن، کس کن، پس تکیه بر جبار. اول کس بکن، در این حال که کس داری میکنی و داری حرکت میکنی توکل به جبار کن، نه اینکه کس نکرده توکل بر جبار کنی. پله پله باید رفت، جهد میکن تا توانی کیا در طریق انبیا و اولیا. در این راه کدام پیامبر، کدام ولی بدون جهد به جایی رسید که ما فکر میکنیم ما میتونیم برسیم؟ بعد میگه که اگر هم کسی رسیده، مثل اینه که کسی یه دفعه گنج پیدا کرده، خب این باید تو خونه بشینه هیچ کار نکنه که یه دفعه یه گنج گیرش بیاد. اون یه چیز نادره، در حکم محاله. یه چیز نادر، اگر یه کسی یه دفعه یه چیزی شد که خب حالا مثلا نقل میکنن که بعضیا یه دفعه براشون حاصل شد، مثلا بابا طاهر عریان یه دفعه مثلا گفتن رفتی دیه ده طلبن، البته من حالا باورم ندارم این داستان به این شکل. بعد گفت چه علم داری؟ گفتن که ما شب تو یخ، حوزه یخ رفتیم و اونجا، و اینم رفت تو اون حوزه یخ با اخلاصش، و صبح بود یه دفعه اسبت و عربی یا همسایت و کردی یا اسبت شب کرد بود، هیچی نمیدانست، ولی صبح یه دفعه عربی شد. ولی من اینو باور ندارم به این شکل، برای اینکه اساتیدی داشته، راهنمایانی داشته، پیرانی داشته، همه اینا بوده، شرکت اخلاص هم داشته همراه با همه اینا. ولی به هر حال خیلی نادر اتفاق میافته.
پس اینم یه جهت کرد، شد تا صبح رفت تو حوض ایستاد دیگه، بالاخره یه کاری کرد، بدون کار که نشد که. بله. بعد میگه این جهان زندانو، بعد پس باید سعی کرد این جهان زندانو، ما زندانیان حفره کن زندان خود را وارم. اگر واقعا میخوای این زندان بیرون بری باید حفره بکنی، از زندان بیرون بیر. سابق در کنمونت کریستو را اگه خونده باشید، با یه ناخونشون یه زندان عظیم رو سوراخ میکردن. ما نمیتونیم زندان این نفس رو، زندان تن رو، زندان طبیعت رو ولی با ناخون بکنیم. در داستان لیلی مجنون میکنیم فرهاد برای اینکه برسه به شیرینش، خسرو شیرین کوه بیستون رو دو فرسخ راه رو صاف کرد اومد. ما نمیتونیم، همه ما میتونیم این زندان رو سوراخ کنیم و بیایم بیرون. اما چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نی قماش و نقره و فرزند و زن. ما میگیم که از دنیا بیرون بیاییم یعنی علقه رو از بین ببریم، از خدا غفلت نکنیم. اگر نه دنیا ابزاریست برای ما، یکی 100 تا ابزار داره، یکی 5 تا ابزار داره، یه اشکال نداره، هر چی میخوای ابزار داشته باش، ولی به چشم ابزار ببین. بیل بیله، ماله ماله است، دنیا همینه، به عنوان ابزار کارن. نکته بسیار قشنگ اینجا آمده، آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی پشتی است. اینو من همیشه برای خودم هر روز تکرار میکنم. آب وقتی بریزه تو کشتی، کشتی رو غرق میکنه، اما اگر کشتی روی آب بره قشنگ میره به ساحل. بنابراین ثروت، مقام، شغل، علم، دانش، همه این چیزا اگر ما سوارش بشیم قشنگ ما رو به مقصد میرسونه، اما اگه اون سوارمون باشه همون موقع له میشیم. یک لحظه اگه ثروت مقام بر ما سوار بشه ما دیگه له شده ایم، اما اگر اینها رو در اختیار ما باشه، مرکب ما باشه، قشنگ میتونیم ازشون حد استفاده کنیم. این بعدش دیگه روبه و خرگوش و آهو و شغال جبر رو بگذاشتن دو غیرغال. جبر که در واقع یه غیرغال بود و فقط اثبات میکنه کلامی، یعنی هیچی نیست این مسئله، گذاشتن کنار. خلاصه نتیجه اینه که آخر سر این چیز، این خرگوش میاد جبر رو میتره کنار، فکرشو به کار میندازه، میاد چیکار میکنه؟ میگه من باید شیر رو بین ببرم. حالا خلاصهشم میگم در صرف یک دقیقه، با اینکه وقت دیر شده. به اون اینه که میاد و میگه امروز منو بفرستید، خود دیر بفرستید. میگن چرا دیر؟ میگن تو بگو من یه فکری به خاطرم رسیده. میگن باش. دیر میره و شیرها رو گرسنه است، هی به خودش میپیچه، مقصد میخواد اون رو بیشتر نگران بکنه، بیشتر حالتش و حالت دروی درش پیدا بشه، نگران بشه. بعد لنگ لنگان میره نزدیک شیر، بعضی مدتی که اون رو معطل کرده. شیر میگه چی شده؟ چرا اینطوری آمدی؟ چی شد؟ چرا نیاوردید پس اون تخمه رو؟ شروع میکنه به فریب و اینها که بله، این من یک خرگوش دیگری با خودم آورده بودم تقدیم حضور کنم، شیر اینجا سر را پیدا شد، این تومه را من گرفت، گفت کجا برد برم بکشمش؟ گفت رفته تو چاهه، بیا بریم تا اینکه بهت نشون بدم. بعد میگه خیلی خوب بیا بریم. میام بیرون نزدیک چاه میشه، میگه که من بغل کن تا من نشونت بدم اون تو، چون من میترسم این جلو برم، میترسم شیر منم بخوره، منو بغل کن که اون شیره به من حمله نکنه، شیر تو چاهه. این خرگوشی که بغل میکنه عکس خودشو خرگوش در اونجا میافته، خیال میکنه یک شیر دیگریست و یک خرگوش دیگری بغلشه، خودشو پرت میکنه در چاه و غرق میشه. این یک نتیجه روانشناسی بسیار عالی داره به نام امر تعکیس یا فرافکنی، که تمام روانشناسان رو این مانور دادن و مسائل انسانی رو که فرافکنی میکنه در دیگران و هر کسی هم در درون چاه نفس خودش غرق میشه، یعنی این شیر عکس خودش رو میبینه، بعد دفعه دیگه تحلیلش میکنن، شیر عکس خودش رو میبینه و خودش رو میاندازه در این عکسش و بعد میره. تمام ظالمان تاریخ
اگر این داستان رو خونده بودن هیچ کدام به ظلم و تعدی با آدم کشی و به قتل دست نمی زدن، برای اینکه در سایه خودشون خودشون رو قتل میکنن. دشمن تو غیر تو نیست، در واقع اون در اون دشمن خودشون، خودشون دشمن خیالی خودشون، خودشون غرق میشن و بین میرن. و نظر روانشناسی هم همینه که ما تصویر سایه های خودمون رو در دیگری میبینیم، به اون حمله میکنیم. عیب خودمون رو در دیگری میبینیم، اون وقت برای اینکه خودمون فرافکنی میکنیم، ناراحت نشیم، اینو میگیم فلانی عیب داره، فلانی عیب داره، فلانی عیب داره، فلانی عیب داره، اینو فرافکنی میکنیم، تاکید میکنیم به دیگران، بعد وقت به دیگری حمله میکنیم. او تو چه بدی، تو بدی، تو بدی، در حالی که این خود ما بودیم، منعکس شدیم در دیگری. حالا این دفعه دیگر تحلیل میکنم. ای خدای پاک و بی‌انباز یار، دستی رو جرم ما را درگذار، یاد ده ما را سخنهای رقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. ای دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، محابت هم ز تو، گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان. انقدر گفتیم اما در بسیج بی عنایات خدا، هیچیم هیچ بی عنایات حق. مردان حق گر مرک هستی سیاه هستش برن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب یا ارحم الراحمین.